رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز. اخیراً در برخی از شهرهای ایران تظاهرات و گردمایی‌های اعتراضی غارت شدگان و مال باختگان، سپرده‌گذاران نهادهای اعتباری و پولی برگزار شده، از جمله تظاهرات در مقابل بانک مرکزی. دفاتر این مؤسسات در جلوی بانک مرکزی شعارهایی رو علیه رئیس بانک مرکزی سر دادن. در شهرهای خوزستان این تظاهرات برگزار شده و شیراز دیروز هم تعدادی از سپرده‌گذاران مؤسسات کاسپیان، آرمان و سامن الحجج با حضور در نمایشگاه مطبوعات صدای اعتراضی خودشون رو بلند کردن. از جمله شعارهایی که در این تظاهرات داده میشه: اسلام رو پله کردن، ملت رو ذله کردن، مفسد اقتصادی اعدام باید گردد، دولت اعتدالی جیبارو خالی کرده، دولت بی‌غیرتی هرگز ندیده، ملتی مرگ بر سیف، رسانه دولتی عامل بی‌غیرتی. توی شیراز تجمع غارت شده های مؤسسه ملل مقابل شعبه اون بود که شعار می دادن تو سفره نون نداریم، شرمندگی می زاریم. اینا بخشایی از تظاهرات مختلف غارت شدگان بود در جای مختلف، این هم در تهران. مسئول بر باد رفتن دارایی مال باختگان کیست؟ با دکتر احمد علوی اقتصاددان گفتگو میکنیم. آقای علوی درود بر شما. درود بر شما و شنوندگان گرامی. آقای افشه، آقای علوی، شعارهای کم تندتر و تندتر هم داره میشه. کلن این بحران ورشکستگی زنجیره‌ای نهادهای مالی رو چونه توضیح میدهید؟ چرا ورشکست میشن؟ خب البته این مطلب بود که قابل پیشبینی بود، به این معنا که با توجه به سازمان، مدیریت و مکانیزمی که این مؤسسات داشتن انتظار می رفت که این چنین چیزی به وقوع بپیونده، کما اینکه بسیاری از مدیران و کارشناسان خود ایران در داخل ایران و وابسته به حاکمیت هم چون پیشبینی رو داشتن. چرا؟ به این دلیل که اساساً این مؤسسات در قالبی تأسیس شده بود، در قالب تعاونی ها یا با عناوینی مثل عناوین اسامی امامان شیعه، و به هر حال با بکارگیری رانت اطلاعات، ارتباطات و قدرت این مؤسسات تأسیس شده بود، و بعد در چارچوب روابط بانکی ایران که بسیار فاسد هم هست، یعنی به هر حال چیزیست که ادعای من یا فرضاً منتقدین نیست، بلکه مطلبی که خود کارشناس های داخل حاکمیت هم به این اقرار دارند، در این چارچوب کار میکرده. یعنی به یه معنا میشه گفت که یک سلسله نهادهای موازی با نظام بانکی بودند که از مقررات بانکی و اون مکانیزم هایی که برای جلوگیری از ورشکستگی نظام بانکی استفاده میکنند استفاده نمی‌کنم. ما می‌دونیم که بنا به اون چیزی که در عرصه بین‌المللی الان معروف است، مرسوم است، و به هر حال علی‌رغم هر انتقادی که بهش هست، در بازل سوئد که شهری هست، یک سلسله مقرراتی
تدوین شده به اسم بازل 1 و 2 و 3 و در حال جامعه جهانی بانکداری مایل هست که این مقررات اعمال بشه. چرا؟ برای اینکه بانک ها مؤسسه خاصی هستن، اونها با پول نقد و جابجایی پول نقد بس کار میکنن، در عرضی سپرده گذاری، دادن اعتبار، سرمایه گذاری. و پول نقد یک پدیده بسیار حساس و به اصطلاح آمیخته به ریسک، بنابراین مدیریت پول دارای ویژگی های خاصی که الان اجماع جهانی وجود داره برای اینکه اصلا کل با نظام بانکی بین المللی از این سلسله مقررات به اسم بازل 3 هست الان و دائما هم تکمیل میشه، احتمالا بازل 4 یا 5 هم ما شاهد هم بود، تبعیت بکنه که جلوگیری بشه از اطلاع در نظام بانکی و در نتیجه ورشکستگی. خب این پدیده ایست که الان امروز دنیا بهش رسیده. نظام بانکی دنیا از این بسیار عقب هست و مؤسسات مالی حتی وقعی نمیذارن به همون قوانین و مقررات بانکداری ایران که در حال ناقص هست، دارای حفره‌های بسیاری است. این حفره‌ها باعث میشه که افرادی که اون رانت اطلاعات، ارتباطات، قدرت و به هر حال زینفوس هستن بتونن اون مقررات، اون شبکه مقررات که حفره داره به طور مشخص چرا ورشکست میشن، چه کار میکنن که اینا اعلام ورشکستگی کردن و پول مردم رو نمیدن؟ مهمترین دلیلی که الان گفته میشه که این بانک‌ها ورشکست شدن اینه که شاخص کفایت سرمایه چون در اصطلاح اقتصاد بانکی نامیده میشه، یعنی میزان سرمایه‌ای که دارن کفایت لازم رو نداره برای پوشوندن بدهیشون نسبت به سپرده گذاران و همین دلیل هم ورشکست میشن. یعنی چرا نمیتونن بدهیشون رو بدن؟ خب به این دلیل که سرمایه لازم رو ندارن برای اینکه این بدهیاشون رو بدن. چرا سرمایه لازم رو ندارن؟ خب به این دلیلی که اینها یک بهره بسیار بالایی رو میدادن برای جذب سپرده ها که عملا به اصطلاح کسر اون میزان سرمایه رو پرداخت به اصطلاح بهره کافی نبوده. بهره هایی که بالای 25 تا 30 درصد بوده. برای اطلاع شما و شنوندگان بگم که بر اساس نرم ها و به اصطلاح اون چیزی که در بازار ایران رسمه، معمولا نرخ بهره یا اون چیزی که غیر رسمی یا اون چیزی که نزول خونده میشه در ایران حدود 36 درصد. این بانک ها یک چیزی نزدیک همون یا یک چیزی کمتر از اون در واقع بهره یا سود میدادن به سپرده گذاران و البته اینها این پول ها رو میگرفتن از سپرده گذاران در اختیار یک سلسله فعالین تجار یا بازرگانان قرار میدادن و از اونها حدود 36 درصد فرضاً بهره می گرفتن، با کسر 6 درصد یا چند درصد از اون بخشی از این سود رو واگذار می کردن به اصطلاح سپرده گذاران. یعنی آقای علوی اینا در رقابت با نهادهای مالی و بانکهای که وجود داشتن که اونا معمولاً بهرهشون بین حدود هولوش 20-22% بوده، اینا بهره بیشتری میدادن در رقابت با اونا، پول سپرده‌گذاران رو به این ترتیب جلب میکردن و با بهره که شما الان گفتین 35-36% خیلی بالاست و بعد اینا وقتی که این بهره رو میدادن نقدینگی خودشون کم شده، نتونستن بپردازن سوده های 35-36، یعنی وعده هایی که داده بودن نتونستن. منتها سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که این سوده های بالا از چه راهی باید پرداخت میشد؟ یعنی چه درآمدی دارن که وعده های این سوده های بالاتر از تورم رو میدن؟ با تأکید کردن قضیه که فعالیت این مؤسسات فعالیت سالمی نبوده، در امور راندی بوده، مثل فرزند ساختمان سازی های به حساب کلان یا فرزند امور پولشویی. پولشویی یکی از مکانیزم هایی که این مؤسسات دارن. میدونیم که ایران در کنار افغانستان یکی از کشورهایی که از توی محافل بین المللی به عنوان کشوری که دارای بیشترین میزان پولشویی در جهان شناخته شده و البته این مؤسسات نقشی دارن و بدون اون قضیه پولشویی که به هر حال میفته توی حوزه ما فعالیت هایی که مجرمانه هستن، این میزان پسف سود که بتونن از اون نرخ سود بانکی رو بدن به سپرده گذاران عملا غیر ممکنه.
در هیچ جای دنیا. یعنی شما اگر در مقایسه بین‌المللی باشه، ما نرخ سود بانکی به اندازه ایران بالا باشه ما نداریم، و نرخ این مؤسسات بالاتر از حتی اون چیزی که معمول بوده در ایران، یعنی بین 18 تا 20 یا حتی 25% در نظام بانکی ایران. بنابراین فعالیت هایی که این مؤسسات میکردن، یعنی اعتبارات یا تسهیلاتی که میدادن به فعالین اقتصادی، میبایست در اموری باشه که بسیار غیر عادی باشه که بتونه بیش از 30% رو سوداوری داشته باشه و در نتیجه اینها بتونن این میزان سود رو به سپرده گذاران پرداخت کنن. خب اقتصاد ایران در چارچوب فعلی خودش ناگهان به یه رکودی میخوره، تحریم ها میشه و اختلال پیش میاد در این روند، و از اونجاست که این ورشکستگی ها شروع میشه. خب حالا مسئول کیه آقای علوی؟ خب کافیست که نگاهی بیاندازیم به کسانی که مدیران، سهامداران و به هر حال پشتیبانان این مؤسسات هستند. اینها اغلب مقاماتی هستند که به هر حال قدرت دارند در شبکه حاکمیت، و به اصطلاح برخی از این مؤسسات متعلق هست به نهادهایی که زیر نظر مستقیم رهبر حاکمیت هست، برخیشون وابسته است به نهادهایی که مثل سپاه، نهادهای وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، یا فرضاً افرادی که ظاهراً در این نهادها نیستن اما فرضاً ارتباط دارن با نمایندگان مجلس یا امامهای جمعه در این شهر اونجا، مسئول در واقع این گروه هستن که از همون رانت قدرت و ارتباطات و به هر حال اطلاعات استفاده میکنن، و اون حفره های قانونی رو اینا با علم به اون استفاده کردن ازش و دور زدن قوانین رو به این مؤسساتی رو که عملا به طور بلند مدت ادارش غیر ممکنه را انداختن و توی مدت کوتاهی پول زیادی رو کسب کردن، و بعد از اون به هر حال در شرایط فعلی طبیعی است که مسئول تمام این به اصطلاح داستان، مسئول ایجاد کردنش همون نهادهای زیر نظر رهبری به شخص ایشونه، و مسئول جمع کردنش هم الان طبق اطلاعاتی که دیروز منتشر شده گویا رهبر حکومت دستور داده که به اصطلاح رؤسای سه قوه مدیریت پیامدهای این رو به عهده بگیرن، به این معنا که گویا نهادهای تحت مسئولیت ایشون ایجاد کردن این مشکلات رو، الان باید رؤسای سه قوه بیان جمع کنن این ماجرا رو، پلاس با پمپاش کردن، با دادن نقدینگی یک جوری تر مسئله رو هم بیاره، قوه قضاییه به اصطلاح پیگیری بکنه و این پولها رو پس بگیره از اون مدیران و سهامداران اون مؤسسات، و به هر حال مجلس هم قرار شده یه مقرراتی رو تنظیم بکنه که اون حفره ها یا اون شکاف‌های قانونی رو برداره که دیگه این قضایا تکرار نشه. اما عملا با توجه به اطلاعی که ما داریم از دستگاه اجرایی و دست قوه قضاییه یا مقننه، خود این دستگاه فاسد هستند، بخشی از مدیران و سهامداران این مؤسسات در واقع مقامات بالای این نهادها هستن، بنابراین انتظار نمیره که بتونن کار شگرفی انجام بدن در ارتباط با حل مشکلاتی که این مؤسسات بود. آقای علوی، یعنی با صحبتی که شما کردین، این مؤسسات با استفاده از رانت حکومتی و دولتی اینو محرک اقتصادی کاذب ایجاد میکردن، بعد وعده های سودای زیاد میدادن که نتونستن اینا رو تامین بکنن، خب ورشکست شدن و اینا هم وابستن و تعلقشون به حاکمیت هست، یعنی نقششون در اقتصاد ایران در مجموع به همین رانت حکومتی برمیگرده، درست؟ تو این شرایطی که یه موقعی روحانی قول داده بود که اگر توافق برجام صورت بگیره اون موقع هم چرخ سانتریفوژ میچرخه هم چرخ اقتصاد، الان نه چرخ سانتریفوژا میچرخه نه چرخ اقتصاد به نظر میرسه. سپرده‌گذاران چه کسانی هستن؟ به نظرم میرسه که سپرده‌گذاران بخشی از طبقه متوسط در ایران هستن که با توجه به این که میدونستن اینا از رانت حکومتی این نهادهای مالی برخوردارن، یه جایی مطمئن میدیدن، به هر حال طبقه متوسط نسبتاً دارا تونسته سپرده گذاری بکنه اونجا، یه نوع وسوسه های سودهای بانکی هم بوده و الان غارت شدن. شما چطور میبینید؟ البته کسانی که سپرده گذاری کردن در این مؤسسات مالی یک طیف بسیار ناهمجنی هستند،
در میان اونها کسانی که شما توصیف کردید، یعنی از طبقه متوسط شهری ایران که به هر حال به امید سود بالا سپرده گذاری کردن در این مؤسسات وجود دارن، منتها در این حال از لایه های پایین درآمدی ایران هم وجود دارن که به هر حال به علت کمی اطلاعات یا به هر حال تجربه محدود یا حتی عدم توجه به اون پیام ها یا فرضاً اندرس هایی که داده می شود این سرمایه گذاری رو انجام داشتن دادن و امید داشتن که بتونن به سودهای بالا دستیابی پیدا کنن. منتها این خود این قضیه چیز عجیبی نیست. چرا؟ به این که در فردای پس از سقوط رژیم سلطنتی این مؤسسات به شکل قارچگونه در اینجا و اونجا در محلات رشد کردن و حدوداً بنابرای اگر اطلاعات مسئولین بانک مرکزی درست باشه حدود 7000 تا از این مؤسسات درست شده و به هر حال شبکه بسیار پرنفوذ و گسترده‌ای رو داشتن. در دولت احمدی نژاد این اقدامات بسیار تشویق شده. به هر حال علارغم اینکه برخی به امید سودهای بالا و طبقه متوسط بودن، منتها در این محله و اون محله بودن کسانی که به هر حال از لایه های پایین و با اصطلاح وعده های دولت قبل که ادعا میکرد میخواد عدالت بانکی رو ایجاد بکنه فریفته شدن و سپرده گذاری کردن و از قضا در شرایط فعلی بیشترین صدمه هم نه به اون کسانی که به هر حال طبقه بالای لایه بالای طبقه متوسط ایران، بلکه همین لایه های پایین هستن که با اون مختصر اندوخته ای که داشتن ضربات شدیدی خوردن. چرا؟ برای اینکه افراد یا خانوارها یا کسانی که از این داستان ضرر بیشتری میبینن اونایی هستن که از قضا سهم سپرده ها در داراییشون بیشتره، یعنی لایه های پایین درآمد. به نظر میرسه که سهم سرمایه مالی در مجموعه اقتصاد ایران خب افزایش پیدا کرده و درست توی شرایطی که چرخ تولید نمیچرخه، این کل اقتصاد ایران، کل این نظام اقتصادی ایران از مجرای ورشکستگی بانک ها داره زمین میخوره. یعنی ما هشدار هم شنیدیم که کل نظام بانکی در حال ورشکستگی است. ارتباط اینا چطوره؟ نظام بانکی ایران ما میدونیم که بخصوص در دولت گذشته، یعنی پیش از اون کمتر چون این چیزایی بود، با توجه به اون اجرای سیاست‌های پوپولیستی و به هر حال بالا اومدن یک گروه معین که جزء لایه‌های پایین‌تر در حاکمیت، به یه معنا میشه گفت که نظام بانکی ایران دیگه اون چیزی رو که به اصطلاح تخصصی بهش میگن پیروی از قوانین یا کمپلاینس بهش میگن به انگلیسی، که یکی از شرایط لازم هست برای اینکه یه نظام بانکی کار بکنه از دست داد. به این معنا که نظام بانکی نسبت به تمام اون کنوانسیون ها، مقررات و قوانینی که بود بیتوجه شد و رفت دنبال اون به اصطلاح عدالت بانکی، یعنی پمپاژ کردن و پخش پول در میان مردم برای راضی کردن اونها در فقدان مشروعیت واقعی و مشارکت مردم. چون به هر حال مشروعیتی که الان دولت ها میتونن کسب کنن یا با مشروعیت مشارکت مردم، توزیع قدرت بین اونها هست، یا فرضاً با شفافیت یا با اموری شبیه اینها. در فقدان شفافیت، پاسخگویی، مشارکت در قدرت، به هر حال میبایست یک دست عوام رو جذب کرد به حاکمیت و کاری که احمدی نژاد و البته کل حاکمیت انجام دادن همین داستان بود، یعنی بی توجهی به همون مقررات بانکی و پخش پول در میان مردم برای به اصطلاح به نوعی ارضاء اونها. این سیاست بانکی، یعنی اگر حتی مقررات بانکی علارغم مشکلاتی که داره، ضعفایی داره، چون میدونید که به هر حال نظام بانکی ایران یه نظام روز آمد و کارآمدی نیست، عقب افتاده از اون چیزی که در سطح بین المللی هست، کما اینکه به هر حال ارزیابی های بین المللی هم همین نشون میده. منتها علارغم این عدم کارآمدی و روز آمدی میشه گفت که همون نظام بانکی میتونه تا حدی جلوی
این ماجراها رو بگیره، ولی کن به اون وقت اینا گذاشتن در چارچوب اون سیاست های پوپولیستی که مطلوب خود رهبر حاکمیت بود در فقدان مشروعیت، پاسخگویی و شفافیت. بنابراین نوعی رانت بوده که به یک گروه در حاکمیت داده شده و این رانت هم به نوعی تقسیم شده در میان حامیانش برای اینکه این قدرت رو نگه دارن. خب در شرایط فعلی که نظام بانک ایران در فشار هست، حالا بخشش به خاطر مسئله تحریم هست، بخشش به خاطر ناکارآمدیه، بخشش هم به خاطر این غارت گسترده است، طبیعی است که اولین جایی که صدمه میبینه همین مؤسسات هست. آقای علوی، شما چندین مقاله نوشتین در همین ارتباط، اونجا از یه ترمی استفاده کردین به نام اقتصاد سیاسی صدقه. این چیه اقتصاد سیاسی صدقه؟ چه نقش و وزنی توی اقتصاد ایران داره؟ خب این اقتصاد سیاسی صدقه، الان ما در ایران میدونیم که با توجه به گسترش فقر و نداری، افزایش بیکاری، الان طبقات بیشتری، اقشار بیشتری روز به روز به دامن فقر میفتن و در واقع به دایره کسانی که در زیر خط فلاکت هستن میفتن. خب اگر این مسئله وجود داشته باشه که بسیار شایع هم هست در ایران، یعنی مسئله به اصطلاح قابل کتمانی نیست، اینجا که یه مؤسسه‌ای درست شده از بعد از حتی سقوط سلطنت پهلوی به اسم کمیته امداد امام، این کمیته امداد امام کارش چیه؟ رسیدگی به همین امور به اصطلاح افرادی که فقیر هستن، نادار هستن یا در به حساب چارچوب فلاکت تعریف میشن. منتها داستان اینجاست که جالب میشه. این مؤسسه‌ای که تشکیل شده، از اولی که تأسیس شده در زیر مدیریت افرادی بودن که اینها از باندهای بالای قدرت بودن، هیئت مؤتلفه، و بعد از فوت اون افراد یا فرضاً کنار گذاشته شدنشون، الان جبهه پایداری، یعنی اون محفل نزدیک به مصباح یزدی یا افرادی نزدیک به ایشون هستن که این مؤسسه بودن. کار کرده این مؤسسه اینه که از افراد ناشناسی که حالا با هر انگیزه صدقه پرداخت میکنن در این صندوقای صدقه که تو خیابون ها گذاشته شده، افراد بسیار پراکنده یا افرادی که فرضاً ناشناس هستن، یا حتی الان اخیراً صندوقهایی رو بردن گذاشتن تو خونه ها، این افراد که از خونه شون که میان بیرون یه پولی رو میندازن توی اون صندوق و آخر ماه تحویل میدن به همین مؤسسه. این افراد ناشناس پراکنده و بسیار حجم عظیمی از درآمد رو موجب میشن که در نهایت گفته دست یک جریان سیاسی به اسم مؤتلفه یا الان جبهه پایداری یا افراد مربوط به اون. این افراد مدیران بالایی هستن، درآمدهای بالایی دارن، از همون صدقه و از همون به حساب پولهایی که به اون شکلی که گفتم جمع شده. به یه معنا میشه گفت که پول مردم فراکنده ناشناس بیشمار جمعی که تبدیل میشه در دستان یه گروه اندکی که از قشری ترین و از سرکوب ترین جریان های درون حاکمیت برای اینکه مفلوک ترین و بیچاره ترین آدم ها رو حول یک به اصطلاح مؤسسه جمع بکنن، خب برها اینا رو وابسته بکنن به خودشون و با دادن پول به اینها به نوعی از اینها هم سیاهی لشکر تهیه بکنن، هم اینکه به هر حال یک به حساب به عنوان ابزار سیاسی اون پول ها رو بگیرن و در خدمت یه جریان سیاسی راست به سرکوب در و برای بسیج نیروهایی که میتونن فرضاً مثل شرایط فعلی که الان دارن یه عده زیادی رو میفرستن به کربلا و این رو به عنوان قدرت سیاسی شیعه به حساب تلاش میکنن که تصویر بکنن. خب این افرادی که فرستاده میشن از کدوم پول ها فرستاده میشن؟ از کجا تامین؟ از همون پول افرادی که با هر انگیزه‌ای به شکل ناشناس پراکنده بیشمار ایجاد میشه و تبدیل میشه اون پولی که به هر صاحب داره، تبدیل میشه به ابزار سیاسی برای سرکوب فرهنگی یا فرضاً سرکوب سیاسی و در مواقعی حتی سرکوب امنیتی در شرایط بحران. خب اینجاست اون اقتصاد سیاسی صدقه معنا پیدا میکنه، تبدیل پول صدقه به ابزار سیاسی سرکوب در شرایط و وابسته کردن افراد به این نهادها.
حالا شاید پرسش مطرح باشه، خب آلترناتیو چیست؟ آلترناتیو این است که در کشورهای پیشرفته معمولا اگر صندوق‌های کمک به افراد بی‌بضاعت یا فقیر وجود داشته باشه، این تحت نظارت خود اونهاست، اون غیر سیاسی استفاده سیاسی ازش نمیشه و اونهایی که پرداخت میکنن سهامدار هستن و اون به اصطلاح مؤسسه پاسخگوست به کسانی که پولی پرداخت میکنن و مؤسسات بدون اینکه تبعیض جنسی یا فرضاً تبعیض مذهبی اعمال بکنن یا تبعیض جغرافی یا هر نوع تبعیض دیگه، اون پول رو توزیع میکنن برای اینکه به هر حال فقر تا حدی التیام پیدا بکنه. در شرایط ایران این پولی که به عنوان صدقه داده میشه به طور مستقیم میره تحت در واقع به صندوق‌های تحت نهادهایی میره که تحت نظارت مدیریت ولی فقیه هستن و اون هم طبیعیست استفاده میکنه در چارچوب همون چیزی که به نام ایه ایدئولوژی معینه و برای سیاست های خاص خودشو داره. و اینجاست که یک در واقع ما با یه تناقض روبرو هستیم. بسیاری از این کسانی که این صدقه ها این پول ها را میدن از لایه های پایین جامعه ایران هستن، منتها متاسفانه پولشون رو به جایی میدن که صرف سرکوب فرهنگی سیاسی و امنیتی خود اونها. آقای علوی، تظاهر کنندگان سپرده‌گذاران غارت شده تظاهرات زیادی گذاشتن، گسترش هم پیدا کرده این تظاهرات و شعارهاشون هم گاهی تون میشه. مثلا آخری توی نمایشگاه مطبوعات میگفتن مرگ بر سیف، همزمان حاشیه امنیتی هم را خودشون درست میکنن که ای رهبر آزاده، آیا دزدی آزاده؟ شما این شعارها رو چطور دیدین؟ یا مثلا در جای دیگه وزیر اطلاعات در رفت و بعد چه توصیه‌ای به سپرده‌گذاران غارت شده دارید؟ خب با توجه به فضای ایران و فضای سرکوبی که الان وجود داره، به نظر میاد که این مالباختگان یا غارت شدگان که شعار میدن چاره‌ای جز این رو ندارن. چرا؟ برای اینکه ما از همون تجربه سقوط دوران شاه که مثلا رژیم ساقط شد رو نگاه که بکنیم، میبینیم اونجا شعارهای از یک شعارهای بسیار سطحی و شعارهای صنفی و غیر سیاسی شروع شد، از مثلا با افزایش دستمزدها بهتر شدن شرایط کار، منتها در نهایت کشید به سرنگونی سمت این شعارها، شعارهای صنفی و به اصطلاح مربوط به مسائل زندگی روزمره تبدیل شد به شعارهای سیاسی. به نظر برحال کسانی که الان توی این جریان ها فعال هستند، طبیعتا هر شعار اقتصادی شعار سیاسی هم هست. هیچ شعار اقتصادی نمیتونه بدون پیامدهای سیاسی باشه و در پس این زنده باد یا مرگ گفتن هایی که مربوط میشه به نهادهای به اصطلاح تحت مدیریت و نظارت رهبری یا نهادهای مربوط به اصطلاح امنیتی، به هر حال نوعی خطاب به خود شخص حساب رهبر رژیم و نهادهای مربوط اون هست. که منتها خب به هر حال ما باید توجه کنیم که در ایران اونها با اون شامه تیزی که دارن مرزهای خطر رو تشخیص میدن و سعی میکنن از اون مرزها عبور نکنن. چرا؟ برای اینکه میدونیم خب پیامدهای بسیار سنگینی خواهد داشت اگر از اون مرزها رد بشن. حالا بستگی داره که در هفته‌های آتی وضعیت به چه شکلی باشه این شعارها تغییر خواهد کرد. اگر فضا بازتر بشه، یعنی امکانی باشه، خب طبیعی است این شعارها پیشتر خواهد شد. اگر خب سرکوب بشه، طبیعی است که افرادی که اینجا هستن حاضر نخواهند بود که این شعارها رو به هر حال تندتر بکنن و عقب نشینی خواهند کرد. مکانیزم در واقع این اعتراضات رو داره یه دینامیک، داره یک گویایی است که میتونه عقب جلو بره، میتونه دیگرگون بشه مثل هر اعتراض اجتماعی دیگه. اما خب باید توجه کرد که الان در حاکمیت جلسه داشتن سران سقوه و رهبر حاکمیت این مسئله رو به عنوان یک ابر بحران تلقی میکنه، بنابراین باید انتظار داشت که نهادهای حکومتی یه اقداماتی بکنن. منتها در چارچوب این سستی ناکارآمدی نهادها به نظر نمیاد که این نهادها بتونن این مشکل رو جمع بکنن. حالا اینجا ما با تلاقی دو تا پدیده روبرو هستیم و اون هم اینه که این مشکلات بزرگ بزرگتر میشه و به هر حال یا حاکمیت باید بره سمت سرکوب اینها و جمع بکنه
یا اینکه به هر حال با امتیازاتی دادن امتیازاتی راضی بکنه که احتمالاً حاکمیت از هر دو این قضیه استفاده میکنه، سعی میکنه تک تک با اینا روبرو بشه. یعنی خب گفته میشه نزدیک 10% جامعه ایران برها مبتلا هستن به این مشکل. چگونه خواهد این مشکل رو حل کرد ما نمیدونیم، ولی الان یک بحرانی است که الان به در واقع سخت رژیم رسیده و اونها دارن اقداماتی رو انجام میدن، ولی نباید تردید کرد که حاکمیت با تجربه‌ای که داریم سعی میکنه این مسئله رو اولا تا اونجا که ممکنه پنهان بکنه، دو اینکه با وقت کشی و به هر حال سرگردان کردن این افراد و از بین بردن اون روابطشون این جریان رو به نحوی خونسا بود. بسیار سپاسگزارم آقای احمد علوی که همراه ما بودید و توضیحاتی درباره این بحران مالی و شکستگی این مؤسسات و نهادهای مالی دادید و تظاهرات سپرده‌گزاران غارت شده. ممنون. تشکر از شما و از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. متشکرم از شما. بشه من دارم گیرم. روزتون بخیر.